آخرین سخنران ما آقای دکتر خوشنام هستند. من قبل از این که ایشون رو معرفی بکنم که در جامعه ایرانی خارج از کشور که ما هستیم نیازی معرفی ایشون نیست، قبل از این که بگم که ایشون دکتراشون رو در حقوق سیاسی و جامعه شناسی گرفتند و قبل از اشاره به این که ایشون در یک دوره منحصر به فرد موسیقی شناسی در ایران بودند، سردبیر مجله موزیک در ایران بودند به مدت 3 سال، سردبیر مجله موسیقی وابسته وزارت فرهنگ و هنر بودند، معاون هنری تالار رودکی به مدت 3 سال بودند، بنیاد ماهنامه رودکی و انتشار اون رو پیش از انقلاب داشتند و پس از هجرت به اروپا بازسازی رودکی و انتشار اون رو در 8 شماره داشتند، کتابی در قلمرو موسیقی به مجموعه مقالات دارند، انتشار نقدهای موسیقی رو در روزنامه‌ها و ماهنامه‌ها دارند. بگم که ایشون یکی از بزرگترین منتقدین موسیقی ایران هستند و این در کنفرانس موسیقی ما یکی از با ارزش‌ترین هاست که به این عنوان من دکتر خوشنام رو معرفی می‌کنم. دکتر خوشنام رو دیشب هم دیدید که در معرفیش در سالن کنسرت به عنوان شاعر ازش یاد شد و به عنوان مترجم قطعات زیادی که دارند و امیدوارم که بتونیم از گفتارشون نهایت استفاده رو کنیم. آقای دکتر خوشنام بفرمایید. خیلی ممنون. مرسی. خانم ها، آقایان، درباره موسیقی سنتی ایران بسیار خوانده و شنیده ایم، تا آنجا که شاید نه تنها اجرای ساده و مکرر آن که حتی سخن گفتن مکرر از آن نیز ملال‌آور شده باشد. درباره موسیقی بومی و روستایی و موسیقی مصرفی شهری نیز که همان ترانه های روز باشد سخن بسیار گفته شده است، ولی جای دریغ است که موسیقی پیشرو ایران که دست کم 70-80 سالی از عمر مفید و مؤثرش می‌گذرد بسیار کم مورد بررسی قرار گرفته و بسیار کمتر از آن به اجرا درآمده است. من در این گفتار به سرفصل‌های اصلی تحولات این موسیقی، یعنی موسیقی پیشرو، می‌پردازم و نکته‌ها و جزئیات ناگفته آن را می‌توان در گفت‌وشنودی که احتمالاً در پس از سخنرانی ها برگزار خواهد شد طرح و بررسی کرد. همه می دانیم که نوسازی های فرهنگی و اجتماعی در ایران از حدود 150 سال پیش به همت مرد سربلند تاریخ ایران میرزا تقی‌خان امیرکبیر آغاز شده است. او دورادور با پیشرفت های شتابنده علمی و صنعتی و فرهنگی در غرب آشنایی یافت بود و این اندیشه را در سر داشت که جامعه ایران را نیز به مرور و تا آنجا که میسر باشد از ثمره این پیشرفت‌ها برخوردار سازد. همین اندیشه بود که دارالفنون را در ایران به وجود آورد. بماند که درست 13 روز پس از گشایش این مرکز بزرگ آموزشی، رگ‌های بنیانگذارش را در حمام فین کاشان گشودند تا این بزرگترین خدمتش را پاداشی در خور داده باشند. دارالفنون در آغاز 7 شعبه داشت و برخی از این شعبات به آموزش فنون نظامی در رسته‌های مختلف چون پیاده نظام و سوار نظام اختصاص یافته بود. ناصرالدین شاه و امیرکبیر هر دو می‌خواستند قشونی منظم با انضباط و کارآمد مانند سرزمین‌های اروپایی برای ایران به وجود آورند. ولی کار و تمرین سپاهیگری به شیوه غرب بدون بکارگیری موسیقی مناسب عملی نبود. چنین بود که چندی بعد در جوار رسته های اصلی نظامی رسته موسیقی نظام نیز تأسیس شد. همین رسته کوچک موسیقی نظام آرام آرام درها را به سوی موسیقی بین المللی گشود و حال و هوای تازه‌ای در فضای بسته و محدود جامعه موسیقی ایران به وجود آورد. پس از کوشش‌های بی‌ثمر 2 موسیقیدان فرانسوی که برای سامان دادن به موسیقی نظام دارالفنون آمدند، کوتاه ماندند و رفتند، فرانسوی دیگری به نام آلفرد جان باپتیست لومر به ایران آمد، ماند و سرپرستی بخش موسیقی را بر عهده گرفت.
بدیهی است که لومر فارسی نمی‌دانست. و جالب آن است که شاگردان فارسی زبان او نیز خواندن و نوشتن نمی‌دانستند. با این همه کار تدریس علمی موسیقی آغاز شد. لومر برای این کار از علی اکبر خان نقاش باشی معروف به مزین دوله که در دارالفنون نقاشی و فرانسه درس می‌داد کمک گرفت و از راه همین رابط زبانی شاگردان نخستین خود را با مبانی موسیقی علمی آشنا کرد. لومر حتی اولین جزوه تئوری موسیقی خود را به یاری همان مترجم نقاش به فارسی برگردانید و راه را برای آشنایی جامعه ما با موسیقی علمی هموار ساخت. نقش پیشبرنده لومر از این هم فراتر می رود. او شاید نخستین کسی است که برخی از ترانه های محلی ایران را به شیوه علمی برای ارکستر تنظیم کرده و آنها را با حال و هوایی تازه در کنسرت های گاه به گاه خود به اجرا درآورده است. او این ترانه ها را نیز برای نخستین بار به نوت یعنی خط بین المللی موسیقی نوشته و در جزواتی انتشار داده است. شاید به این نیت خیر که سنتیان از خواب خرگوشی به در آیند و ببینند که چه کارها که نمی شود کرد. لومر در جمع 41 سال یعنی تا آخر عمر خود در ایران ماند و بسیار با علاقه تر از بسیاری از ایرانی ها در زمینه موسیقی ما کار کرد و سرانجام در سال 1909 سه سالی پس از برپایی جنبش مشروطیت در تهران درگذشت. او رفت ولی تأثیر او ماند و در کارهای شاگردان برجستهش استمرار پیدا کرد. در سطر شاگردان برجسته لومر باید از غلامرضا خان سالار معزز یاد کرد که پس از او سالها سرپرستی موسیقی نظام دارالفنون را بر عهده داشت. سالار معزز به شیوه لومر جزوه هایی در هارمونی و سازشناسی انتشار داد. سرودها و قطعات تازه ای ساخت و با ارکستر بزرگ به اجرا درآورد. او و پسرانش نصرالله خان و غلام حسین خان که بعدها نام مینباشیان را بر خود نهادند نقش و تأثیری به سزا در اشاعه موسیقی بین المللی در جامعه ایران داشتند. در زمان مینباشیان پدر بخش بزرگی از شعبه موزیک نظام از ارتش جدا شد و به وزارت معارف پیوست و عنوان مدرسه موزیک به خود گرفت. در سالهای بعد همپای دیگرگونی ها و گسترش های تازه نام‌های دیگری نیز بر آن نهاده شد، از جمله مدرسه موسیقی دولتی، مدرسه موسیقار، هنرستان موسیقی و بالاخره هنرستان عالی موسیقی که بقایای آن در حال حاضر نیز همین عنوان را دارد و جای شگفتی است که پسوند اسلامی پیدا نکرده است. و اما به موازات آنچه که در مدرسه موسیقی دولتی می‌گذشت، حرکت‌های تازه و تکان دهنده دیگری نیز بیرون از آن و در متن جامعه جریان می‌یافت که تمایل به نوگرایی و نوسازی در موسیقی را هرچه بیشتر می‌گسترانید. جنبش مشروطیت در همه نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر نهاده و در آنها دگرگونی‌هایی به وجود آورده بود. جنبش برای ابلاغ پیام خود نیاز به موسیقی دیگری داشت. موسیقی دیگری که توده‌ها را برانگیزاند، جنبش را پیش ببرد و به پیروزی برساند. همین نیاز عارف را پرورش داد تا با ترانه‌هایی از نوع دیگر جوش و خروش انقلابی را نگاه دارد. موسیقی عارف البته از بطن سنت برمی‌خواست، ولی شگردهای ویژه او در چفت و بست‌های ملودی‌ها و به خصوص متن‌های پرشور برانگیزانندی که در دل این نغمه‌ها می‌گذاشت موسیقی او را ماندنی ساخت. خود او ارزش این گونه متن‌ها را که در کار ترانه‌سازی تازگی داشت می‌دانست و در یادداشت‌های خود آورده است که هنگامی از وطن و مسائل میهنی سخن گفته که دیگران فکر می‌کردند هر چه می‌نویسند یا می‌سرایند باید در مدح روسپیان درباری یا در عزای گربه شاه شهید باشد. نوسازی موسیقی در اندیشه عارف از این هم فراتر می‌رفت. او پس از دیداری از دارالالحان چیزی شبیه اپرا در استانبول به فکر ساخت و پرداخت موسیقی صحنه‌ای افتاد، ولی سرخوردگی سیاسی و تنگدستی مالی که در سالهای پایانی عمر گریبانگیر او شده بود توانی برای این کار باقی نمی‌گذاشت. همینجا بگوییم و بگذاریم که میرزاده عشقی نیز
به فکر درام‌های موزیکال افتاده بود و یکی دو متن نمایشی برای این کار نوشت که در آنها حتی نوع موسیقی همراه را نیز برگزیده بود. از سوی دیگر افزایش مبادلات و مراودات فرهنگی پس از جنبش مشروطیت راه ورود سازهای بین المللی و همینطور گرامافون و صفحات موسیقی را به ایران هموارتر کرد. بعضی از سازهای بین المللی که با موسیقی ما سازگارتر می نمودند مثل ویولون و پیانو به زودی به جمع سازهای ملی پیوستند و بر غنای اجرایی موسیقی افزودند. و باز همین مراودات فرهنگی پای گروهی از موسیقیدانان سنتی ما را به اروپا باز کرد. آنها به دعوت کمپانی‌های صفحه‌سازی به لندن و برلین و پاریس می‌رفتند و خواه ناخواه با دیدی تازه و تأثیر پذیرفته از دنیای نو باز می‌گشتند. آقا حسین قلی، ردیفشناس معروف، عبدالله دوامی، حسین طاهرزاده و غلام حسین درویش از جمله راهیان این سفرها بودند. در میان اینها درویش خان که قریحه پروپیمان در آهنگسازی داشت از این سفر توشه‌های بیشتری برگرفت. او دریافته بود که موسیقی سنتی پیش از هر چیز و بیش از هر چیز از کمبود ریتم و حرکت است که رنگ ملال به خود می‌گیرد. از همین روی در آفریده‌های بعدی خود به ریتم بیش از عناصر دیگر اهمیت داد. پیشترآمد را در برابر اوورتور فرنگی و به عنوان یک سرآغاز دائمی برای اجراهای موسیقی سنتی ابتکار کرد. از آن گذشته کوشید تا به یاری فرم‌ها و قالب‌های پرتحرک غربی مثل والس، پولکا، مارش و مازورکا محتوای موسیقی سنتی را جلوه تازه‌ای بدهد. درویش برای اجرای آثار خود به ارکستر می‌اندیشید و این تمایل هم ناشی از دیدار او از ارکسترهای مجلسی در اروپا بود. آثار ارکستری درویش خان اگرچه اونیسون یعنی یک صدایی به اجرا در می‌آمد ولی یکی دو ساز اروپایی نیز در این اجراها مشارکت داشتند. همه آنچه را که گفتیم تنها باید به عنوان جوانه‌های نواندیشی و نوگرایی و کوشش‌های پراکنده برای نوسازی موسیقی ایران تلقی کرد. جامعه موسیقی ما در انتظار ظهور دیگری بود و این ظهور در سرآغاز قرن جاری خورشیدی به وقوع پیوست. علی نقی وزیری معروف به کلونل، مردی سپاهی از مجاهدین مشروطیت، آشنا با تاریخ و فرهنگ موسیقی ملی و آگاه از چند و چون موسیقی بین المللی به میدان درآمد تا اندیشه ها و گرایش های نو را در چارچوب یک نظام منطقی به عرصه عمل بکشاند. وزیری با آنکه سالها از ایران دور مانده و در پاریس و برلین مبانی موسیقی بین المللی را آموخته بود به موسیقی ملی خود عشق می‌ورزید. گوهر اندیشمندانه و عارفانه آن را می ستود ولی آن را خسته و رنجور، واپس مانده و بی اعتبار شده می دید. به همین جهت عزم خود را جزم کرد که آن را به یاری شگردهای فنی موسیقی بین المللی از ملال یک نواختی و رنج تکرار آزاد سازد. او می گفت که تکنیک های تازه اگر به درستی و سر جای خود به کار رود نه تنها به محتوای موسیقی ملی آسیب نمی رساند که حتی همان گوهر اندیشمندانه اش را نیز رنگ و جلای تازه می دهد و برجسته‌تر می سازد. باید کاری کرد که این موسیقی بتواند محتوای ارزنده تاریخی خود را به زبانی جهان فهم بیان کند و به بازار بین المللی موسیقی راه بیابد. وزیری برای رسیدن به این مقصود کوشش های بسیار به کار زد. می توان گفت که بیش از نیمی از عمر خود را وقف این کار کرد. عمده ترین کوشش های او را به کوتاهی و فهرستوار بر می شمارم. در نخستین وهله مدرسه ای تازه با شیوه های نوین آموزش و پایبند به انضباط به وجود آورد. پیش از آن که ساز به دست شاگردان بدهد آنها را با زبان موسیقی، نطخوانی و تئوری های بنیادین آشنا ساخت. کتابت موسیقی را با شگرد های ویژه خود حتی در میان استادان موسیقی سنتی که شفاهی کار می کردند و در برابر او نیز سخت جبهه گرفته بودند رواج داد. او نخستین کسی است که ردیف معروف میرزا عبدالله را به نوت نوشته است.
برای یک کمی تغییر ذائقه این نکته رو از زبان روانشاد خالقی نقل میکنم که وزیری تصمیم میگیره ردیف ها رو بنویسه، اول میره پیش آقا حسین قلی. آقا حسین قلی خیلی دل و دماغ این کار نداشته، بعد میره پیش میرزا عبدالله. میرزا عبدالله تن میده به این کار ولی باور نمیکنه که چنین چیزی ممکنه. میگه مگه ممکنه همچین من چیزی که میزنم شما بنویسید و دوباره من بتونم حمله بزنم؟ خالقی نقل میکنه که وزیری گفته است به میرزا عبدالله که آقا شما بنویسید، شما بزنید، من مینویسم، بعد ساز رو از خود شما میگیرم بنده میزنم، اگر دیدید همانی است که شما زده اید پس میشود نوشت. و همین کارو میکنه و میرزا عبدالله با شگفتی تمام میپذیره که میشود آنچه را که میزنه کسی مینوازه میشود حتی اینو به کتابت در. وزیری عملجات طرب را که مجالس عیش و نوش بزرگان را تکمیل میکردند و در واقع موسیقی را وسیله گدائی قرار داده بودند به کناری نهاد و عنان را به دست کسانی سپرد که قدر و بهای هنر خود را میشناختند. به یاری همین هنرمندان که غالبا دست پروردگان مدرسه خود او بودند، گروه نوازی را رونق بخشید، ارکسترهای کوچک و بزرگی فراهم آورد تا اجرای آفریده‌های نو امکان پذیر باشد. به همت وزیری موسیقی ما از حجره و پستو و زیر کرسی و کنار منقل به در آمد و در کنسرت ها پر و بال پیدا کرد. و اما برای رفع ملال از موسیقی یک صدایی ایران، روش های تازه ای را در چارچوب یک تئوری منطقی و متناسب با این موسیقی پیشنهاد کرد. با این پیشنهاد اون میخواست مشکل ربع پرده را که یکی از موانع مهم چند صدایی شدن موسیقی ایران به شمار میرود از میان بردارد. در تئوری وزیری، همونطور که دوستان و بزرگان دیگر قبل از بنده عنوان کردند، ربع پرده ها یکسان و مساوی تلقی می شوند و از این راه گام اعتدالی تازه‌ای برای موسیقی به وجود می آید که دارای 24 بخش است. همین کار را ژان سباستیان باخ در قرن 17 در موسیقی مغرب زمین به انجام رسانیده و گام های 12 بخشی را به وجود آورده که هنوز هم مورد عمل است. وزیری همپای همه این کارها یک کلوب موزیکال نیز برای نخستین بار در تهران بنیاد کرد. اعضای این کلوب می توانستند هفته یک بار از کنسرت های ویژه ارکستر مدرسه موسیقی استفاده کنند. عضویت بزرگانی چون علی اکبر خدا، علی دشتی، رشید یاسمی و ایرج میرزا در این کلوب تأثیر شخصیت وزیری را در جامعه اندیشه‌وران آن زمانی ایران نشان می دهد. حسن بزرگ کار وزیری آن بود که تنها به حرف و طرح و بحث و تئوری اکتفا نمی کرد، اهل عمل بود. در همه زمینه ها کار می کرد، آموزش می داد، آهنگ می ساخت، تنظیم می کرد، می نواخت و چه درخشان می نواخت. بنده برای اینکه از گفتار بنده رفع ملال بشه بعد از آقایون خانم آقایون، خواهش میکنم اون نوار اگر آماده هست. من در سال 54 توفیق پیدا کردم دیداری با آقای وزیری داشته باشم. با گروهی رفتیم اونجا برای ضبط رادیویی و تلویزیونی هر دو. و در اونجا همین پرسش ها رو بنده مطرح کردم. تکه ای رو که ایشون در پاسخ مربوط به اهمیت نوت نویسی در موسیقی ایران و همینطور مسئله گام 24 بخشی توضیح داده، بد نیست که صدای او رو هم امشب بشنویم. در اون کنگره اول، در اون میز گردی که برای من گذاشته بودن، کنگره بین المللی موسیقی، بله، کنگره بین المللی اول که در اینجا شد، بله، در اون کنگره اول، در اون میز گردی که برای من گذاشته بودن، کنگره بین المللی موسیقی، بله، کنگره بین المللی اول که در اینجا شد، بله، میز گردی که برای من گذاشته بودن این بود که آیا نوت نویسی لازم یا خیر. بله. از الان میاد که چند نفر بودن که رد میکردن از خود ایرانی ها، همونطوری که فرمودید که مخالفم پیدا میشد. و من
کم گلش. در اون کنگره اول، در اون میز گردی که برای من گذاشته بودن، کنگره بین المللی موسیقی، بله، کنگره بین المللی اول که در اینجا شد، میز گردی که برای من گذاشته بودن این بود که آیا نوت نویسی لازمش یا خیر. از الان میاد که چند نفر بودن که رد میکردن از خود ایرانی ها، همونطوری که فرمودی که مخالفم پیدا میشد. و من یادم میاد که گفتم این حرف مثل این نمونه که یک نوو کلونیالیستی میخواید در کار بیاریم. عرض کنم که ما چطور میتونیم راه علم رو نگیریم، بیش نریم. در اینجا نکته جالبی که بعد از اون عنوان کتاب داشته باشیم، چیز داشته باشیم، فقط با هم داشته باشیم، یه شفاهی زندگی بکنید، کارتون رو ادامه بدید، هیچ کار دیگری نکنید، فقط با همین سر کنید. این یک نوع نئوکلونیالیسم تازه است، یک نوع استثمار تازه است که در استعمار تازه است که میخواهند بر ما تحمیل بکنند. بگذاریم. و اما در برابر وزیری و مکتب نوآور معتدل او دو گروه مخالف جبهه گرفته بودند. نخست گروه سنت پرستان که سر موی حاضر به پذیرش نوآوری نبودند و البته هنوز هم نیستند. اینها تنها تقلید استادان از گذشتگان را هنر می دانستند و می دانند و هیچگاه به این پرسش پاسخ ندادند که اگر تقلید اصل است، پس نقش خود هنرمند در آفرینش و اجرا چیست؟ آن هم در قلمرو هنری که یکی از امتیازات برجستش امکان گسترده بداهه نوازی است. اینان هنوز هم در آستانه قرن 21 به تکرار همان شیوه های اجرایی 100 سال پیش می پردازند و به نظر می رسد که قدرت رها شدن از دور باطل تکرار را ندارد. گروه دوم را غربگرایان، یا شاید بهتر باشد به زبان روز بگوییم غرب زدگان، تشکیل می دادند. آنان که موسیقی سنتی ایران را مطلقاً فاقد ارزش می‌دانستند و می‌پنداشتند که می‌توانند یک سر موسیقی اروپایی را جایگزین آن سازند، کاری که نه ممکن بود، نه منطقی و نه از سوی جامعه پذیرفتنی. برجسته‌ترین نماینده این گرایش غلام حسین خان مینباشیان، پسر دوم سالار معزز بود که پیشتر از او یاد کردیم. مینباشیان که چند سالی نیز سرپرستی هنرستان عالی موسیقی را بر عهده داشت، از جمله معتقد بود همانطور که شتر به پای راه آهن نمی‌رسد، این جمله است، همانطور که شتر به پای راه آهن نمی‌رسد، تار و تنبک و کمانچه هم قدرت برابری با موسیقی غرب را ندارد. گروه اول یعنی سنت پرستان مکتب وزیری را غرب زده، خرابکار و حتی خائن به موسیقی ملی به حساب می‌آورد و گروه دوم یعنی غرب زدگان نظرات و اقدامات وزیری را عقب مانده و محافظه‌کارانه و ارتجایی تلقی می‌کرد. وزیری ولی بیدی نبود که به باد این گونه مخالفت‌ها بلرزد. در برابر هر دو گرایش افراطی سینه سپر می‌کرد و در خطابه‌های معروف خود با منطق و استدلال به دفاع از نظرات خود می‌پرداخت. وزیری واپسماندگی در موسیقی ایران را به صورت مجرد نمی‌دید و آن را بخشی از واپسماندگی جامعه می دانست که منشأ آن به گفته او جهل عمومی است و نقل قول می کنم جهل عمومی است و روح سستی و تنبلی که سبب می شود همه چیز را واگذار به بخت و تقدیر کنی، حالان که در میان ملل متمدنه این حرف ها از بین رفته، همه فکر کرده، ته ریخته، حساب کرده و مثل ماشین آنها را اجرا می کنند و هر روز هم به مقصود خود نزدیکتر می شود. وزیری موسیقی سنتی زمان خود را یک سلسله آهنگ‌های بازاری می‌دانست. این اصطلاحات همه اصطلاحاتی که خود وزیری به کار برده و می‌گفت این آوازها یک طرز سوگواری است که می‌توان آن را یادگار مصائب گذشته دانست. ما هنرمندان و استادان تحصیل کرده پیدا نکرده ایم و در نتیجه موسیقی ما موسیقی مجالس کیف شده است. در خطابه دیگری در پاسخ سنت پرستان که او را متهم به خرابکاری به خاطر ابتکار نوت نویسی و کارهای دیگر و حتی خیانت می‌کردند گفته است، میگویند فلان کس موسیقی ایران را از میان می‌برد،
بفرمایید ببینیم کدام موسیقی را. اگر موسیقی مقصودتان موسیقی مجالس کیف است، که این خود خدمتی است، و اگر منظورتان کتاب‌های قدیمی موسیقی است، که کشف آنها برای شما از زبان چینی هم مشکل‌تر است. اگر دقت کنید، ما فقط یک سال و نیم است که موسیقی ثبت شده داریم. ما اگر اکنون نمیتوانیم، توجه بفرمایید خانم آقایون، ما اگر اکنون نمیتوانیم بگوییم فارابی چگونه کار میکرده یا باربد و نکیسا به چه طرز بیان موسیقی میکرده اند، باید سعی کنیم در آینده این مشکل برای دیگران حل شود و آیندگان بتوانند این هنر را به طریقه علمی نگاهداری کنند. اگر گذشتگان ما دیر به فکر افتادند و ما اینک افسوس میخوریم، ما میخواهیم این تأسف را برای آیندگان خود باقی نگذاریم. خانم ها آقایان، میدانم که سهم علی‌نقی وزیری در این گفتار سنگین شده است. چقدر وقت دارم آقای لاجوردی؟ 10 دقیقه. ولی این نه تنها به سبب سنگینی پرتوی است که او بر جامعه موسیقی ایران افکنده است، بلکه به این دلیل نیز هست که درست همین روزها 20 سال از درگذشت او می‌گذرد و این یادآوری سپاس کوچکی می‌تواند باشد در برابر خدمات او به موسیقی ایران. او بیش از 20 سال حضور فعال در جامعه موسیقی ما داشته و علاوه بر بنیاد نخستین مدرسه موسیقی، سالها رئیس هنرستان دولتی موسیقی بوده، ساخته ها و نواخته های بسیار و چند کتاب تئوری، کتاب در تئوری و هماهنگی از او به جای مانده است. بسیاری از بزرگان و نام‌آوران موسیقی امروز ایران، حتی آنها که با نظرات وزیری مخالفند، مستقیم یا غیر مستقیم شاگردان مکتب او به شمار می‌روند. وزیری توانست این فکر را در جامعه موسیقی ایران جا بیاندازد که تکنیک ها و شیوه های هنری همه انسانی و جهانی هستند و شرق و غرب و سرخ و سیاه ندارند. آنچه ملی، قومی یا قبیله ایست غالب نیست، محتواست که آن هم اگر در معنای وسیع کلمه انسانی باشد جهانی تلقی می شود. جانشینان بلافصل و شاگردان برجسته وزیری چون روح الله خالقی و ابوالحسن صبا، هرچند که خط فکری او را دنبال می‌کردند، ولی از یک سو جرأت و قاطعیت او را در گشودن راه‌های تازه نداشتند و از سوی دیگر مرگ زودرس کوشش‌های آنها را ناتمام گذاشت. وزیری اگر چون نیما پدر شعر نو ایران جانشینان پیگیر و با دوام پیدا کرده بود، چه بسا موسیقی امروز ایران نه همین بود که هست. اینک بد نیست در این فرصت اندکی که فکر میکنم 7-8 دقیقه بیشتر نباشه باقی مانده است، از موسیقیدانان برجسته نیز که همزمان با علی‌نقی وزیری و پس از او به نوسازی موسیقی ملی پرداختند یادی به میان آوریم. هنرمندانی که متاسفانه در هنگامه قوقاسالاری سنت پرستان، همون گونه که دوست و هنرمند گرامی من آقای ملکوتی ابراز کردند، آفریده ها و نظراتشان در سایه فراموشی قرار گرفته است. امین الله حسین احتمالاً نخستین موسیقیدان ایرانی است که در برون مرز به فکر جهانی ساختن موسیقی ملی افتاده است. او در روسیه و فرانسه تحصیل کرده و تکنیک موسیقی او بیشتر برگرفته شده از آهنگسازان ملیگرای روس است. ملودی های رومانتیک و نوستالژیک برجسته ترین عنصر موسیقی او به شمار می روند. مهمترین آفریده او منظومه سمفونیک خرابه های تخت جمشید است که در سال 1326 برای نخستین بار در لندن اجرا شده است. و اما پرویز محمود در جامعه موسیقی پیشرو ایران نام و اعتبار بلندتری دارد، چرا که در واقع بنیانگذار ارکستر سمفونیک تهران نیز هست. در سال 1322 ارکستر را در واقع بنیاد کرده است. محمود مدتی نیز رئیس هنرستان موسیقی و نیز سرپرست اداره موسیقی کشور بود. او در بروکسل تحصیل کرده بود، پس از مدتی به موسیقی ملی و به ویژه روستایی ایران گرایش پیدا کرد. عناوین قطعاتی که آفریده است چون راپسودی نوروز، مهرگان، فانتزی کرد و دانس اگزوتیک نشان دهنده دلبستگی های ملی اوست. کار او بر روی موسیقی روستایی تمایل گسترده و فراگیری را پس از او در میان موسیقیدانان پیشرو به وجود آورد. پس از او روبیک گریگوریان، حسین ناصحی و سمین باغچبان آهنگسازانی هستند که زیر تأثیر موسیقی روستایی
آثار دلانگیزی به وجود آورد. ناصحی و باغچبان هر دو تحصیل کرده ترکیه بودند و با مطالعه در تحولات موسیقی آن کشور سعی کردند راه‌های مشابهی برای جهانی ساختن موسیقی ایران پیدا کنند. هوشنگ استوار و امانوئل ملکستانیان را در این میان باید آهنگسازان اندیشمند نام نهاد. هر دو بر اندیشه‌های فلسفی پای می‌فشارند. استوار تحصیل کرده ژنو و بروکسل است و برای چند صدایی کردن موسیقی ملی شیوهی ویژه خود دارد. ناقدان رهن و رنگ لحن و رنگامیزی موسیقی او را امپرسیونیستی ارزیابی می‌کنند. الژی برای آواز و پیانو و نیز سویت ایرانی از کارهای برجسته استوار است. ملکستانیان سخت به اسطوره‌های ایرانی مثل میترا و زروان دلبسته است. تحصیل کرده آلمان است و علاوه بر قطعات پراکنده برای پیانو دو کار بزرگ صحنه‌ای نیز دارد با عناوین اوراتوریوی سپیده و باله افسانه آفرینش. در میان همه آهنگسازان پیشرو پافشاری و پیگیری مرتضی حنانه برای یافتن شیوه تازه خلق موسیقی مثال زدنی است. حنانه تحصیل کرده ایتالیا بود و مدتی رهبری ارکستر سمفونیک تهران را نیز بر عهده داشت. او به قول خودش پس از 40-50 سال خون دل خوردن به شیوه آرمونی زوج در آهنگ نویسی رسیده بود که از شهرش در می‌گذریم. حنانه معتقد بود که در زمان ما دیگر صحبت کردن از یک شیوه واحد برای آفرینش بیهوده است. مکتب‌های مدرن و اولترا مدرن همه شیوه‌ها را در هم می‌ریزند. سویت شهر مرجان و کاپریس برای پیانو و ارکستر از کارهای برجسته اوست. حنانه علاوه بر این تعداد زیادی موسیقی برای فیلم نوشته و نیز آهنگ‌های دیگران و حتی ترانه‌های مصرفی روز را برای ارکستر بزرگ تنظیم کرده است. و اما حسین دهلوی از موسیقیدانانی است که از مکتب وزیری تغذیه کرده است و می شود گفت که هنوز به آن مکتب وفادار مانده، ولی نسبت به شاگردان بلافصل وزیری یعنی خالقی و سبا نوآوری‌های پررنگ‌تری عرضه کرده است. دهلوی علاوه بر فراگیری موسیقی ملی در رشته آهنگسازی به شیوه بین‌المللی نیز تحصیل داشته است. همین آشنایی آکادمیک او را در بکارگیری شیوه‌های متداول آهنگنویسی تواناتر ساخته است. پس از مرگ سبا، دهلوی به رهبری ارکستر شماره 1 هنرهای زیبای کشور برگزیده شد و امکان گسترده اجرا او را به آفریدن قطعاتی با سازبندی‌های رنگین برانگیخت. نظریات دهلوی بازتاب آموخته‌های او از مکتب وزیری است. او میگوید ما نباید با تکرار همون نکته‌ای که جناب دکتر فرهاد نیز اشاره کردند، ما نباید با تکرار بیش از حد موسیقی سنتی به صورت خام آن را به مرور کم رنگ و بی رنگ و فرسوده سازیم. این تکرارها علاوه بر آنکه چیز تازه‌ای به وجود نمی آورد، سبب دلزدگی جامعه نیز خواهد شد. دهلوی در بکارگیری شیوه های آهنگنویسی بین المللی نیز چون وزیری اهل اعتدال است. خود میگوید باید آگاهانه از ترکیبات خشن در چند صدایی کردن موسیقی ایرانی پرهیز کرد. برداشت ما از ترکیبات صوتی نباید به گونه ای باشد که محتوای موسیقی ملی تحت تأثیر کاربرد عوامل تکنیکی قرار گیرد. همانطور که در ادبیات هم کسی موافق نیست که لفظ بر معنا پیشی بگیرد. در میان آفریده های حسین دهلوی، شوشتری برای ویولون و ارکستر، دوئت برای سنتور، کنسرتینو برای سنتور و ارکستر و قطعی با عنوان سبکبال اجراهای بیشتری داشته است. دهلوی علاوه بر این یک اپرا بر روی خسرو شیرین نظامی و یک باله بر روی بیژن و منیژه فردوسی نوشته است. اگر هنوز وقت هست 5 دقیقه می توانید من صحبت وقت بدید. 5 دقیقه تون منظورتونه. بفرمایید. قطعی سبکبال اگه خانم آقای میل داشته باشه من ضبط کردم اینجا باز اگه بتوانیم بشنویم تکی رو به عنوان نمونه از کار دهلوی بشنویم. سوایتش تو کن. بنابراین وقتی که من فکر کردم اون وقتی که این کرون و سوری رو گذاشتم همین فکر برای من آمد که ما بین اینها صداهایی داریم که نه ما خیلی ملل آسیایی و ملل افریقایی دارن اینها رو و اینا چیزای طبیعی بوده که به همین دلیل که غربی ها در 300 سال پیش نتونستن منظمش بکنن برای اینکه
تنظیم ریاضی داشته باشه. همچنان میتوان از پیشروانی یاد کرد که چشم به آینده دارد و موسیقی ایران را همزبان با زمانه میخواهند. دو تن از آنان خوشبختانه در این کنفرانس حضور دارند، دکتر هرمز فرهاد و قاسم طالبزاده، که با نظرات هر دوی آنان آشنا شدید. دیگر رهروان برجسته این راه را عبارتند از احمد پژمان، حشمت سنجری، فرهاد مشکات، لوریس چکناوریان، علیرضا مشایخی و علی رهبری که از رهبری هم بنده قطعه تازه‌ای رو برای شما اینجا ضبط کردم که متأسفانه قابل شنیدن است. شاید اگه آقای دکتر لاجوردی فکری برای ما بکنن در پرسش و پاسخ بشود این موزیکا رو شنید به عنوان تغییر ذائقه. برای عصری قربان. این نکته را نیز نباید ناگفته گذاشت که سربرآوردن نسلی تازه از موسیقی دانان نوآور نیاز به نهادهای کارآمد اجرایی را به وجود آورد. ارکسترهایی که بتوانند آثار کمابیش دشوارتر و پیچیده‌تر نوآوران را به اجرا درآورند و نیز تالارهایی که امکان برگزاری کنسرت‌های بزرگ را داشته باشند. در آغاز قرن نبود این امکانات دشواری‌های بسیار در راه پیشرفت موسیقی ایجاد می‌کرد. در سال‌های 40 و 50 یعنی سال‌های شکوفایی اقتصادی و فرهنگی در ایران این نیاز بزرگ با شکل‌گیری ارکسترهای متعدد و برپا شدن تالارهای مناسب برآورده شد. به خصوص با بنیاد تالار رودکی در سال 1346 ایران برای نخستین بار دارای امکانات اجرایی موسیقی در سطح بین المللی شد. تالار رودکی می توانست پیچیده ترین آثار صحنه ای و گسترده ترین آثار ارکستری را امکان برگزاری بدهد. نقش تالار رودکی البته از اینها هم فراتر می رود. از یک سو شوق و ذوق آهنگسازان و صحنه پردازان را به ساخت و پرداخت آثار بیشتر با کیفیت برتر برمی انگیخت و از سوی دیگر واسطه‌ای میشد میان هنرمندان جوان ایران و هنرمندان برجسته بین المللی که به عنوان میهمان به ایران می آمدند. این آشنایی ها به مرور به مبادله برنامه ها انجامید. بسیاری از آهنگسازان و نوازندگان و رهبران ایرانی برای اجرای برنامه به برون مرز دعوت می شدند و می توانستند آثار خود را در سطح جهانی معرفی کنند. چند نکته هم آقای دکتر لاجوردی بعد در مورد وضع پس از انقلاب اسلامی عرض کنم و مرخص بشن. برای بعد. و اما پس از انقلاب اسلامی، با اینکه در این مورد دوست گرامی من آقای ملکوتی حق مطلب را ادا کردن، ولی بنده چون نوشتم ازی مندم بخوانم. آنچه که موسیقی دانان روشنفکر و نوآور ایران طی 70 سال با خون جگر و با ایثار و فداکاری ساخته و پرداخته بودند از میان برخاست. از هنرستان‌ها جز شبهی و از آموزش موسیقی جز کاریکاتوری باقی نماند. در پایان این گفتار تکه‌هایی از حرف‌های موسیقی‌دانان ایرانی امروز را که غالباً حتی در قلمرو سنت نیز کار می‌کنند به نقل می‌آورم تا فضای جامعه موسیقی درون‌مرزی روشن‌تر شود. علی تجویدی، آهنگساز و ویرونواز معروف می‌گوید وقتی انقلاب شد همه ارکسترهای رادیو تلویزیون و فرهنگ هنر را تعطیل کرد. همینطور ارکستر بزرگ سبا را که زیر نظر آقای دهلوی بود. البته گروه های کوچکی متشکل از تار و ستار و کمانچه تشکیل دادند که جوابگوی یک آهنگساز مترقی نیست. الان بنده آهنگ های فراوانی ساختم ولی ارکستر ندارم که اجرا کنم. کامبیز روشنروان، آهنگساز جوان، میگوید صدا و سیما یعنی رادیو و تلویزیون از نظر موسیقی به ورشکستگی کامل رسیده است. آنچه که از آنتن ها پخش می شود جنبه هنری و خلاق ندارد. فرهاد فخردینی، آهنگساز معروف دیگر، تازه دارد میکوشد با زیرکی از حضور سازهای بین المللی در ارکستر بزرگ دفاع کند. ببینید با چه زیرکی دفاع میکند. میگوید همین خودنویسی که ما با آن مینویسیم مگر ایرانی است؟ ولی ما با آن فارسی مینویسیم. باید تعصبها را کنار بگذاریم تا راه برای موسیقی عملی باز شد. مقاومت موسیقیدانان البته از این هم فراتر می رود. فریدون ناصری، رهبر فعلی ارکستر سمفونیک تهران، می گوید موسیقی با خون این مردم عجین شده. هرگز هیچ چیز و هیچ کس نخواهد توانست آن را ریشه‌کن کند. غرضم اینه که در برابر اون همه موانع همچنان مقاومت های درونی برای اینکه موسیقی را حفظ بکنند وجود دارد.
و جمشید اندلیبی نوازنده سنتی میگوید گاه ریسمان هنر و فرهنگ یک ملت ممکن است باریک شود ولی هیچ قدرتی نمیتواند آن را پاره کند. تا عاشقان موسیقی ایران هستند این هنر زنده است. بله، ما همه باید همین امیدواری را در دل بپرورانیم. نشانه هایی هست که خبر از باز شدن افق تیره فرهنگی در جامعه ما میدهد. نسل جوانتری دارد با احتیاط و گام به گام موسیقی ایران را پیش میبرد. حرکت کند است ولی هست. حسین علیزاده هست، پرویز مشکاتیان هست، روشنروان و فخرالدینی هستند و خیلی های دیگر هستند و خیلی ها نیز در راهند و خواهند رسید. دیر یا زود خواهند رسید. موسیقی ملی ما تا کنون چند بار از آزمایش پایداری سرفراز بیرون آمده است. این بار نیز جز آن نخواهد بود. بسیار متشکرم، سخنرانی بسیار جامع، کامل و سوال برانگیز.